ساسیمان کن و مهراد جم یه نکته مشترک دارن که همتون میدونین. هی یوتیوب، حالتون چطوره؟ اسم من یاسینه و اینجا چنل وی اسلنده. دمتون خیلی گرم که روی این ویدیو کلیک کردین. پس بریم تا آخرش رو با هم ببینیم. ساسیمان کن یا ساسان یافته 27 آبان سال 67 در اهواز به دنیا آمد. دانشجوی انصرافی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه نواب قزوینه و دیدارش با کروبی، مدل مو و آهنگاش در مدارس ایران هر از گاهی جنجالی شده. علاقه ساسی به موسیقی و خوندن از زمان دبستان در وجودش شکل گرفته. میگه از اول با صداش خیلی حال میکرد و دوست داشته در هر جمعی بخونه. تا اینکه سال 83 وقتی 16 ساله بود به صورت جدی موسیقی رو با آهنگ داف شروع کرد که بیت این آهنگ رو از طریق اینترنت دانلود کرده بود. ادامه یه مسیر موسیقی ساسی همکاری با حسین مخته بود که بعدن اونا هم از هم جدا شدن. اگه میخواین در مورد حسین مخته بیشتر بدونین و بدونین الان داره چی کار میکنه و کجاست، اسمشو تو کامنت ها به هم بگین تا در موردش ویدیو بسازیم. دمتون گرم. ساسی در سال 88 وقتی 21 ساله بود در روزهای منتهی به انتخابات از طریق یک واسطه با گروهی از خواننده های مجاز و غیر مجاز به دیدار کروبی رفت. اونجا بود که از ساسی خواسته شد آهنگی در حمایت از آقای کروبی بسازه که اونم قبول کرد و این آهنگو ساخت. بارزترین ویژگی ساسی مانکن مدل موی فشنش بود، تا جایی که این نوع مدل مو به عنوان مدل موی ساسی بین جوانا بسیار محبوب شده بود. مهراد از چای شیرین به مافیا شرط بندی رسید. مهراد در نهایت مهر ماه سال 99 تصمیم به خروج از کشور به مقصد ترکیه گرفت و طبق ادعاها در پشت پرده این انتقال مافیا شرط بندی حضور داشت. خروج مهراد از ایران و همکاری با یک چهره جذاب میتونست تأثیر زیادی در صنعت گمار داشته باشه. طبق سناریوی مافیا در یک برنامه طراحی شده با دنیا جهانبخت ویدیو و عکس مشترکی انتشار دادن تا جنجالی برای ارتباط و دوستی راه بندازن. تهش هم به ازدواج ختم شد البته. اما مهراد جم یا محسن سعیدی کیا متولد 14 مرداد سال 76 در آبادانه. از هنرمندان تازه به دوران رسیده است که از ترانه سرایی و آهنگسازی شروع کرد و حالا در قامت خواننده پاپ فعالیت میکنه که به شدت هم هوادار پیدا کرده. مهراد جم اصلا اولش بازیگر بود. به صورت جدی فعالیت خودشو از بازیگری شروع کرد. در سال 90 وقتی 14 ساله بود در سریال چای شیرین به کارگردانی پیمان ماندگار بازی کرد. در این مجموعه آوازخوانی او بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری دوست داشتن مهراد جم وارد عرصه موسیقی شه. در اوایل سال 95 بود که دنیا جهانبخت با ادعای خیانت ساسی مانکن در ارتباط عاشقانه‌شون مدت ها این دو نفر رو سر زبون انداخت. ماجرا تا جایی پیش رفت که جهانبخت ویدیو در حال خودکشی خودش رو منتشر کرد و در نهایت ساسی گفت من نه ایشون رو دیدم نه میشناسم. خب همینجا وایسا، میدونی با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن به چنل ما چقدر به ما انرژی میدی؟ اگه تو به ما انرژی بدی گل میدیم ویدیوهای بهتری برات بسازیم. بریم ادامش. خب دمتون گرم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودین. لطفا نظرتون رو در مورد ساسی مانکن و مهراد جم برامون کامنت بذارین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.